بینندگان عزیز سلام بر شما. با درود به جوانان بلوچ در کوهستک هرمزگان که با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند و قایق‌های گشتی نیروی دریابانی رو به آتش کشیدند. دوستان، برنامه امروز ما به بررسی نمایش انتخابات رژیم اختصاص داره. در گفتگوی چند روز قبل درباره انتخابات با توجه به سوالاتی که برخی هموطنان در این مورد مطرح کرده بودند و فرصت پاسخگویی به اونها نشد، ضروری دیدیم که به بحث انتخابات رژیم امروز هم ادامه بدیم و به اون بپردازیم و به این سوالات پاسخ بدیم که کاندیدای خامنه ای برای انتخابات آینده کیه و اینکه اون برای تحقق خواستش با چه موانعی مواجهه. همینطور نقش باند مغلوب و ارزیابی اونها و چشم‌اندازشون در این انتخابات رو مورد بررسی قرار میدیم و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت انفجاری جامعه و نقش جوانان شورشی در این شرایط. همراه هستیم با آقای هادی روشن روان تا به این موضوعات بپردازیم. آقای روشن روان، به شما خوش آمد میگم. خوشحالیم که امروز مهمون ما هستین. میخواستم با سوالاتی که از بیننده هامون دریافت کرده بودیم با اونا شروع کنیم و اینکه ابتدا یه گزارش از آخرین وضعیت انتخابات 1400 رژیم و جناح‌ها و کاندیداهای مطرح تو این رابطه برامون بگیم. با سلام خدمت شما و با تشکر از اینکه این وقت رو به من دادید، من باید با این شروع کنم که اسم این جریان انتخاباته ولی محتواش انتصاباته. توضیح هم بدین که چرا. بله بله. بعد شما میبینید که در هر انتخاباتی در هر کشوری یک سری میان کاندید میشن. حالا کاندید ممکنه کاندید حزب باشن یا به طور منفرد باشن. مردم هم میان با اونا رأی میدن و هر کی انتخاب شد میاد بالا. در رژیم اینجوری نیست. یعنی این در واقع سه مرحله داره. یک مرحله این هست که یک سری رو خود این باندهای مافیایی رژیم به عنوان کاندید معرفی میکنن، حالا یا میگن میشیم نمیشیم اینا. بعد این عده به اضافه عده از مردم که در قانون اساسی هم گفته که میتونن هر کسی کاندید بشه، میبینی حتی تا 1000 نفر میان بیش از 1000 ثبت نام میکنن. این یک مرحله است. حالا که اینا ثبت نام کردن، از این تعداد اون کسانی که خامنه ای به کار خودش میخوره، یعنی کاملا باش هماهنگان، انتخاب چیز میکنه، معرفی میکنه. مثلا 1000 نفر 6 نفر. مثلا شما ببینید در کل این انتخاب ها هیچ وقت عدد دو رقمی از کاندیدا نیامده بالا. یعنی بیشترینش در دوره دوم خاتمی بود که 9 نفر شدن، بقیه 6 نفر 4 نفر این چیزا آمدن. و ولی از چند نفر مثلا در دوره قبل بالای 1000 نفر بودن، مثلا این دوره ممکنه به 1500 نفر هم میگن اسمنویسی بشه. یعنی همه رو میذارن کنار، پس یه انتصاب میکنه. یعنی 6 نفر چه یه انتصاب میگه این 6 تا نفر منه، حالا شما کدامشو میخوان. یعنی انتخابات در مرحله سوم حالا مردم میرن به اونی که خامنه ای مورد تایید خامنه ایه، این موضوع میذارن. این مقوله هم که اسمش میذارن بررسی صلاحیت ها و رد استصوابی شورای نگهبان، اینم یک چیز کشکه. علتش چیه؟ طبق قانون اساسی گفته آقا تو باید ببینی رجل سیاسی کیه و بعدش هم بر اساس ضوابط مشخصی که آقا این جرم نداره چیز نیست، اینه شما کاندید کنید. ولی وقتی اینا میان آدمی مثل رفسنجانی رو که خودش بنیانگذار این خامنه ایه، یعنی کسی که خامنه ایه رهبری یه شبه کرد رفسنجانی بود، میگه تو صلاحیت نداری. رفسنجانی که از اول بوده با خمینی بوده، نفر بعد از خمینی بوده، بعد از بهشتی و بعدش آمده اینه تعیین کرده، 2 دوره هم رئیس جمهور بوده، بعد رئیس تشخیص مسئله نظامش هم هست، میگه تو صلاحیت نداری. یعنی رد صلاحیت ها هم هیچ مبنایی نداره. هیچ مبنایی نداره جز این که الان خامنه‌ای میبینه این بیاد رو کار به نفعش یا به ضررشه. بنابراین وقتی که میاد مثلا 6 نفره در اون دوره اینها قبول کردن، هر 6 تاش براش بیاد تفاوت کیفی نداره. یعنی روحانی هم که میاد
با قالیباف میامد، برای خامنه‌ای تفاوت نداشت، هر دوتاش میدونه نفر 100% خودشن. یا در انتخاب گذشتن هم همینجوره، درسته خیلی بری بازارگرمی، جلاد و شیاط به جان هم افتادن، ولی خب خامنه‌ای اوکی کرد این چیز آمد روحانی. بله. و در تمام انتخابهای قبلی هم همه با تایید خودش میامدن. احمدی نژاد در سال 88 در سخنرانیش خودش به صراحت گفت که ما با رفسنجانی خیلی دوست بودیم، با هم این کار کردیم، این کار کردیم، این کار کردیم، ولی اون کسی که به من نزدیکتره احمدی نژاده. ولی احمدی نژاد این دوره باز رد صلاحیت کرد. آها، خامنه‌ای گفته بود. خامنه‌ای رد صلاحیت. پس ببینید انتخابات نیست، انتصابات یا انتخاب بین افراد تعیین شده خامنه‌ایه، اگه بخوایم دقیق بگیم. این که از صورت مسئله اول. بله. بنابراین الان ما 100 روز داریم به انتخابات. ما در چه مرحله هستیم؟ در مرحله هستیم که این باندهای مافیای رژیم دعواشون اینه که از اینا کی بیاد بالا. مثلا در سپاه، سپاه ظاهرش هم اینه که یک ارگانیه به نام سپاه، ولی الان از همین سپاه شش نفر کاندید بیاد. بعد شش نفر کاندید میاد، این نیست که اینا پشت ندارن، اینا یه هر کدامشون یک مافیا پشتشونن. یعنی قالیباف یه مافیای پشتشه، سعید محمد یه مافیای دیگه پشتشه، بعد این دهقان. یک چیز دیگه، قالیباف به یه نحوه دیگه. که اینا ما به ازای خودشونه دارن. به عنوان مثال من دو تا اینها رو مثال میزنم، مثلا قالیباف که بعضا از کاندیداهای جدیشونه، با سعید محمد که الان آمده تو صحنه، انتظار دارن همون دولت جوان حزب اللهی این باشه و میگن این شبیه احمدی نژاد سال 84 با این مقایسش میکنن. این دوتا دو جناح کامل از سپاه پاش هر کدام اینا هست. مثلا سعید محمد یک جناح کامل مافیایی سپاه که قرارداد خاتمه داشته پشتشه، و جعفری هم که فرمانده سابق سپاه پشتشه، این طرف هم بقیه سپاه و این چیزا هستش. یعنی خود سپاه هم که باز یک ارگانیه که پشت زیر دست خامنه‌ای و ارگان یکشه، خود اون هم. بله، یعنی میخوام بگم جناح جناح، یعنی الان جنگی که در سوالای بعدی هم باز بهش میپردازیم، این که جنگی که باندهای مافیا درگیر همن و اینجوری الان اینها اینجوری شقه شدن. پس بنابراین الان تا زمانی که نرن نام نویسی بکنن مشخص نیست که کیا واقعا کاندید نهایت هم خواهد شد، چون ممکنه یکیشون خامنه‌ای بگی باز نشو، حرفش گوش کنن، یه عده گوش نکنن مثل احمدی نژاد. بعد اینها، بعد در اونجایی که نام نویسی شد بازم ما مشخص نیست که کدامن، تا اینکه اون شورای نگهبان اعلام کنه. که نام نویسی این چیزها، کاندیداها از 21 تا 25 اردیبهشت، رسیدگی شورای نگهبان به رد صلاحیت ها 5 روزه، یعنی تا 30 اردیبهشت، 31 اردیبهشت، و بعد به مدت 27 روز چیز هست، تبلیغات انتخاباتی هست، یا از روز 27 خرداد سکوت انتخاباتیه، روز 28 خرداد انتخابات. این یک شمای کلی. حالا شما که گفتین روشن روان خامنه‌ای، باز به نوعی هم تو صحبتاش ما شنیدیم که خواهان اون دولت جوان حزب اللهی، الان شما نمونه سعید محمد رو گفتین. حالا خامنه‌ای برای تحقق این خواستش با چه تضاد و با چه موانعی مواجهه؟ الان شما تعداد یک سری از انتصابات یا کاندیداهای اونم به نوعی از باند خودش گفتین، چه سناریوهایی تو این داستان مطرحه؟ ببینید الان یک سناریوی اگر دقت کردید تو مطبوعات هم خیلی آمدن پشتش که میخوان یک حکومت نظامی رو کار بیارن. بعد وارد این قضیه که شدن، الان محسن رضایی که دبیر تشخیص مصلحت نظامش اولین فرماندهشه، این آمده کاندید شده. بعد قالیباف که الان رئیس مجلسشه، خودش هم فرمانده نیرو هوایی بوده، آمده کاندید شده.
بعد زرقامی که رئیس تلویزیونش بوده آمده کاندید شده. سعید محمد که تا چند روز پیش رئیس ستاد خاتم بود اینم آمده کاندید شده. بعد این انواع اقسام اینا که میشن 6-7 نفر آمدن کاندید شدن. هر کدام هم پشتشون یه جناحای هست که شورای نگهبانم از این جناح خامنه ای دلیل نداره رد کنه. از خودشون میدونه. خودشونه. یعنی یه باندی از خودشون دنبالشه. اون یکی حتی داده پشتشه. هرچی باشه مورد تاییده. تضاده داخلیشون بدید. مثلا روحانیت پشتشه. اون هر کدام میشه اینجوره. حالا وقتی که اگر اینها میخواد از اینها مثلا 6 تا 7 تا 5 تا 6 تا هرچی بیاره بذاره توی انتخابات، اینها شروع میکنن به خاطر اینکه هر کدام منافع باند خودشان و خودشان دارن اون یکی افشا میکنن. مثلا به عنوان مثال الان این قالیباف که شهردار تهران بود کل شهرداری در اختیار سپاه قرار داشت و اینها اختلاس های نجومی کردن به طوری که یه پرونده از بنام پرونده یاس که اون شریفی چیز بوده معاون اول امین قالیباف بوده این به 20 سال زندان محکوم شده که میلیاردها دلار این بالا کشیدن که این پرونده رو کی دنبال میکرده تو سپاه یه جناح دیگه که بالاش سعید محمد بوده مقابل خودشون یعنی از خودشون ولی مقابل خودشون الان سعید محمد اون چیکار کرده این پرونده داده شورای نگهبان میگه قالیباف به خاطر این باید رد صلاحیت کنی اونا هم میگن سعید محمد شما باید رد صلاحیت کنید چون این رجل سیاسی نیست این همیشه تو کار اقتصادی و نظامی بوده اصلا شناخته شده نیست این نمیتونه کاری بکنه پس یک جنگ و دعوایی که اینا اگر بیان تو تبلیغات همه انتخابات شروع میکنن هرچی پته سپاه و این جناح و همه رو میریزن کستن یا اون سعید جلیلی هم که مال جناح پایداری هستن که هیچ کدام دیگر اینا رو قبول ندارن اونها رو هم به شدت میان و چیز میکنن پس یک مقوله ای که این باعث به شدت در تضاد خامنه‌ای بری این کارش اینه که این آدم هاش نمیتونه راضی کنه که آقا شما کنار برین هیچ که حاضر نیست کنار بره یعنی یه باندی هم باشه حال برین آمدن چه راه حلی دادن گفتن پس بنابراین از پاسدارا بگذریم بیایم چی کار کنیم؟ رئیسی بیا بشه رئیس جمهور که اینها یه جور نشون دادن که آه اگر رئیسی بیا ما حاضریم کنار بریم مثلا قالیباف گفته که من استعفا میگم اگر اون کنار بره توی پیپایداری گفته اگر اون بیاد ما ازش حمایت میکنیم این یارو روحانیت مبارز گفته که اون بیا ما میتونیم چیز کنیم بعد 208 نفر از مجلس نامه نوشتن به رئیسی تو بیا کاندید شد که خودش هم گفته بود من کاندید نمیشم آره. چنین چیزایی هم خودش میگه کاندید نمیشم تا الان هم میگه کاندید نمیشم مگر خامنه ای خودش بیا رسما بگه چرا که بیاره پشت خودش علتش اینه که این آقای جلاد قتل عام این خودش میخواد آماده کنه که بعد از خامنه ای بشه جانشینش حالا یک بار در انتخابات نمیذشی شکست خورده اگر بیاد توی انتخابات مجدد شکست بخوره که کاملا سوخته است اگرم نخوره چون شرایط الان با 96 و 92 اینا تفاوت داره تعداد شرکت کننده کمی در انتخابات شرکت میکنن مثل انتخابات مجلس و این برایش یک ضربه است حتی اگر موفق هم بشه بنابراین حاضر نیست مثلا در همین جلسه خبرگان که بود 40 تا از این اعضای خبرگان بخواستن هم اونجا جلسه بذارن که از این درخواست کنن که تو بیا کاندید شو تا فهمید جلسه اینه رفت بهشون گفت من کاندید نمیشم نمیام پس الان خامنه ای با یک معضلی مواجهه تعداد کاندیداهاش و این تعداد کاندیداها که کنار نمیرن اگر اینا بیان تو صحنه همه چیز افشا میکنن از اون طرف رئیسی هم خود خامنه ای گفته که من بخوام صراحتاً چیز بکنم ممکنه داستان ناطق نوری تکرار بشه من میترسه بسوزه این برگشت آره بعداً خود منم بسوزم بنابراین خامنه ای به خاطر اینکه خودش خراب نشه تا الان حاضر نشده بیا معلوم نیست بیاد چی میشه و
و این نشون دهنده یک بحرانی در درون خود باندش. بله، یعنی الان یک بحرانی مجموعه بحران‌ها رو بذاریم کنار، خود اینم در درون خود باند خامنه‌ای هم برای انتخابات یک بحران شدیدی هست شدید که توی انتخابات و الان هم شب و روز این بالاها و سران دارن با هم جنگ دعوا میکنن. هیچ چشم‌انداز مشخصی هم نیست، حال چیه ممکن 15 روز دیگه مشخص بشه، 10 روز دیگه مشخص بشه، ولی تا الان رئیسی گفته نمیشم. اینها همه رو هیچ کدام نمیخوان کنار برن و یه همچین جنگ دعوای مطرح. با تشکر از نکاتی که گفتین، اجازه بدین تعدادی از کامنت و نکات بیننده هامون هم گوش بدیم. هموطنی گفته که انتخابات رژیم در اساس و پایه نامشروع و همکنون خود رسانه های رژیم از کسادی این انتخابات صحبت میکنن. تحریم این انتخابات وظیفه ملی و میهنی و اخلاقی هر ایرانی با شرفه. بیننده دیگه گفته که این رژیم با بحران انتخابات روبروه و راه گریزی هم از اون نداره. خامنه ای به دنبال دولت به اصطلاح حزب اللهی خودشه، ولی این سگ دعواهای درونی رو این سگ دعوای درونیشون رو دامن میزنه. بیننده دیگه گفته که سعید محمد از خامنه ای اوکی گرفته و چون مردم رأی نمیدن خودشون انتخابش میکنن. بیننده دیگه گفته که فکر نکنم جلادتر و منفورتر از رئیسی کسی رو داشته باشه. من میخواستم اگه شما موافق باشین کمی هم به جناح باند مغلوب و به اصطلاح اصلاح طلبان هم بپردازیم. اونا چه ارزیابی دارن از انتخابات 1400 آی روشنروان و چه چشماندازی بر خودشون میبینن، مشخصا با خط انقباضی هم که الان خامنه ای میبینیم که در پیش گرفته. ببینید اونا با این خط انقباضی که در پیش گرفته حرف مشخص یک دو جناح هم. یک جناحی هست که ما هر چیزی هم شد ما باید در انتخابات شرکت کنیم، کاندید خامنه‌ای هم باید ازش حمایت کنیم و بریم باشون. این همه مجلس، شما اگه خاطرتون در مجلس هم باشه اینها که حدود 31 گروه و جناح هستن، بعد یک سری از اینها مثلا همین حزب کار و بعد این سازندگی و این چیزها، اون وقت هم اونا آمدن یک نماینده هایی دادن، ولی بقیه گفتن که گفتن ما در صورتی در انتخابات شرکت میکنیم که کاندید اصلی ما تایید صلاحیت بشه، اگر نشه ما کاندید معرفی نمیکنیم. و این یه ضربه سنگینی به انتخابات دفعه قبل زد که گفتن حتی تعداد باطله هایی که ریختن تو صندوق که اونا به اجبار اینکه یک شناس اونجا بخوره رفتن، از تعداد آراء نماینده تهران که رفته تو مجلس بیشتر بوده. بله. یعنی همچین چیزی. الان هم یک جناح های هستن تو اینها به میجه این کارگزاران سازندگی. اینها حتی گفتن آمدن توریزی کردن که یک اقتدارگرا هم بیا ما قبول داریم، میگن هر کی باشه ما بریم، ما باید در انتخابات شرکت کنیم. ولی اکثر این جناح ها میگن که اگر ما کاندیداهای اصلیمان تایید صلاحیت نشه ما کاندید نداریم که شرکت کنیم، یعنی کاندید معرفی نمی کنیم. یعنی یه همچین چیز. ولی در 29 بهمن خامنه‌ای آمد یک صحبتی کرد که این صحبت الان من جمله خامنه‌ای براتون میخونم که بر اساس این جمله اینها یک تحرکاتی رو شروع کردن. خامنه‌ای گفت مشارکت پرشور و انقلابی مردم در انتخابات موجب امنیت کشور، پس زدن دشمنان و کاهش طمع آنها میشود. بنابراین نباید این فرصت را از دست داد. انتخابات هرچه پرشورتر و با اقبال عمومی بیشتر همراه باشد آثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد داشت. انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پرشور مردم همراه باشد. البته اگر مشارکت پرشور با انتخاب یک دست، یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد با ایمان، با انگیزه، علاقمند و پرکار همراه شود، نور انال نور و تضمین آینده کشور است. یعنی دنبال کاندید خودشه برای کاندید خودشه. میگه چی؟ ولی میگه آقا باید انتخابات پرشور بشه و خب حال ما بتونیم تو انتخابات پرشور نفر ما رو بیاریم بالا رو که اعتبار بده به کاندید خودش. بله. آره. ولی این چیه؟ این حرف باعث میشه اصلاح طلبا امیدوار بشن که ممکنه کاندیدا از کاندیدای اینها تایید بشه. تایید بشه. که در این صورت اگر تایید بشه اینها با یه دو قطبی میخوان وارد انتخابات بشن که بلکه بتونن
مثل 96 و 92 ببرن. تو 96 و 92 هم اینجوری شد، یعنی اونجا شیاد و جلاد در مقابل هم قرار گرفتن و انتخاب بین بد و بدتر چیز شد. ولی خودشون هم تئوریسینشون مثل عباس عبدی، مثل همین سعید حجاریان، اینها به صراحت آمدن این مسئله رو مطرح میکنن که میگن آقا نیروهای اصلاح طلب که ریزش کردن بعد از قیام 96 و 98 و الان اونها دیگه شعار برانداز میدن، ما رم حتی اگر کاندیدامونم معرفی بکنن، بهترین کاندیدامونم بدن، مردم دیگه با پای انتخابات نمیان و اگر مردم نیان از اون طرف، چون اون طرف نیروهاش ثابته، یعنی نفرات سپاه و بسیج تو دستش مهندسی میکنه، بازم ما انتخابات را خواهیم باخت. یعنی همچین چشم اندازی. آقای روشنا، من اطلاع میدم که ما سوالات هموطنان هم داریم و به اونها هم در اثنای بحثمون خواهیم پرداخت، ولی شما الان مشخصا اشاره کردید به اون صحبت خامنه‌ای که گفتش که انتخابات پرشور و امیدی که این باند مغلوب گرفتن برای تایید صلاحیت. حالا سوال مطرح اینه که در صورت تایید کاندیدای اونا، یه تعدادی هم حتی اگه از این اصلاح طلبا تایید بشن، آیا به نظر شما این انتخابات با هر شکلی که بشه آیا تنورش گرم میشه و ارزیابی از اون چی هست؟ ببین فرض کنید که اونا هم بیان شرکت کنن. بله، خودشان به صراحت میگن که این انتخابات دیگه بعد از قیام 96 و 98 تنورش گرم نمیشه. مثلا به عنوان مثال ببینید، زیبا کلام که یکی از سران این هاست، این جملهشو میخونم شما ببینید چی میگه. میگه من معتقدم که انتخابات 1400 مرده است و هیچ طوری نمیشود زندش کرد. آن 24 میلیونی که 3 سال اندی پیش به آقای روحانی رأی دادن را با جرثقیل هم نمیشود پای صندوق رأی آورد. در اعتراضات دی ماه 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا را دادن. من کسی بودم که در دی 96 غیر ممکن بود بگویم این شعار میماند، ولی با کمال تأسف و تعجب باید بگویم این شعار ماند. این شعار دارد میگوید هیچ تفاوت بنیادی بین اصولگرا و اصلاح طلب نیست. و بعدش هم میگه خود من که در اون انتخابات بسیار فعال بودم، من در این انتخابات هیچ فعالیتی برای هیچ کسی نمی کنم. که این داره میگه. این چند بارم گفت. شبیه همین حرفو حجاریان زده. شبیه همین حرفو این باند این نفرات دیگه مثل عبدی و اینها به یه شکلی آمدن بیان کردن. یعنی الان در این شرایط حتی اینا را هم چیز بشن، مردم شرکت نخواهند کرد. یعنی این دفعه ببینید، انتخابات این دفعه سه محور مشخص داره. جناب غالب، جناب مغلوب، که دوتاش هم گفتم زیر خط خامنه ای هست، یکی هم مردم که الان 60 میلیون زیر خط فقرن و علاوه بر اون قیام 96 و 98 و اخیراً هم که سراوان باش چیز شده، در یک همچین شرایطی دیگه کسی پای صندوق رأی نمیره. اینی که همه اینها میگن چشم‌اندازی که برای انتخابات هست مثل انتخابات مجلسه. نه، حتی این باند مغلوب باند غالب هم میگه و حتی باند غالب آمده تئوریزه کرده، گفته آقا ما چه احتیاجی داریم به این که حال مردم بیان رأی بدن، یه تعداد کمی هم دادن، ما صالح باید بیاریم رو کار، یعنی اونی که خودمان تشخیص میدیم به درد خودمان میخوره با آرهای کم باشه. یعنی پس بنابراین این بار صندوق رأی یه همچین وضعیتی داره. حالا الان شرایط انفجاری جامعه هم بسیار توی خبرهاشون و تو رسانه هاشون میبینیم که رژیم به این شرایط انفجاری جامعه و بحرانهایی هم که هست اشاره میکنه. من میخواستم از شما بپرسم که در مجموع این تاریخ 28 خرداد که خودتونم گفتین، حالا قبلش و یا حتی بعد از انتخابات، آبستن چه تحولاتیه؟ شما اولا این محدوده زمانی رو چطور میبینین و وظیفه مردم و جوانان شورشگر رو چی میبینید و چی میگید توی این رابطه؟ اگر خاطرتون باشه در صحبتی که دفعه قبل من خدمت شما بودم و همونجا هم سر این موضوع یه مقداری صحبت شد، این مقوله رو مطرح ما کردم که
الان جامعه در یک موقعیت انقلابی قرار داره. یعنی چی؟ یعنی در بالای رژیم بیشترین تشتت هست و این باندهای مافیا، حالا چه اصلاح باند مافیای اصلاح طلب باشه، چه باند مافیای متعدد اونها باشه، اینها همه به جان هم افتادن و هر کسی منافع خودش میبینه. ولی مهمتر از اون، همهشون روی این حرف تأکید دارن که ما باید چیکار کنیم. ما الان تهدید سرنگونی داریم و میگن ما همه اون در درون یک کشتی نشستیم، این کشتی اگر سوراخ بشه ما همون سرنگون میشیم. یعنی بقاشون رو در خطر میبینن. خطر در تمامیت. در این زمینه یکی از این جامعه شناس ها، آقای محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان، این راجع به چشم‌انداز گفته که آقا شرایط ما شرایطی است که اگر تا انتخابات 1400 اتفاقی نگفته، منظورش این قبلش هم توضیح داده قیام 98 و اینا، همچون قیام این نیفته که خودش هم میگه اگر بیفته دیگه با 98 هم فرق داره، میره جاهای خطرناک که خطرناک هم معلوم منظور چیه. بعد میگه اگر تا اون وقت نگفته در انتخابات 96 هر کسی 99 1400 هر کسی روی کار بیاد، اگر سوزنبان قطار سوزن رو تغییر نده، قطار به ته دره خواهد رفت و اگر هم تغییر بده دیگه این نظام نیست. بحثیه، یعنی این انتخابات رو یه انتخابات سرنوشت ساز میدونه. یک فاکت دیگه بود همین 18 اسفند در روزنامه مردم سالار که اینم باز مال هم جناح اصلاح طلبه، فردی به نام احمد چمران یک مقاله نوشته. این میاد چه میگه؟ میگه آقا جون شما چرا با هم دارید دعوا میکنید؟ چرا با هم سر کله هم میزنید؟ شما این براندازا رو نمیبینید؟ نمیبینید که اینها رفتن در همین شرایطی که شما حالا سر بایدن و اینا اینجوری چیز میکنید، در همین شرایط رفتن اون قدنامه رو از اون وقت 113 تا بود، 113 نفر امضا گرفتن، الان شده 150 تا. بعد ندیدی که درش چی تاکید کرده بودن و اینا به کجا میخوان ببرن؟ آیا شما ندیدید که دادگاه بلژیکو که دیپلمات ما رو به تروریست محکوم کردن و اینها بردن؟ آیا شما نمیبینید این اتفاقاتی که داخل کشور میفته و هر روز به یه شکلی پیش میره؟ توجه ندارید اینهایی که در آلبانی نشستن هر ساعت و لحظه برای هر اشکال ما ده ها حرکت میکنن؟ این تهدید رو باید دید و این گریان درگیری شما به کجا ختم میشه؟ یعنی یه همچین مقاله ای که در روزنامه مردم سالار نوشته و من میگم اگر بینندگان بخوان ببیننش خیلی که خود این نشون دهنده یک شرایط به شدت انقلابی تو جامعه است که همون جور هم که نانا این گفته، حالا یا در قبل از انتخابات یا در روز انتخابات یا نه حتی پس از انتخابات، به خاطر این که این هیچ مسئله ای نمیتونه نه در درون خودش حل کنه نه در بیرون خودش. و اینجوری اینها الان هر روز، تازه تبلیغات انتخابات شروع نشده، همدیگر دارن افشا میکنن. این از بالا در پایین هم که خودش ما الان سرابان میبینید، وضعیت جامعه رو میبینید، بازنشستگان میبینید، اعتراضات میبینید، بعد کانونهای شورشی با این فعالیتشون شما میبینید. بالاترین نیروهای امنیتی و سرکوبش رو علیه کانونهای شورشی این بسیج کرده، اما کانونهای شورشی مرتب رشد پیدا کردن. بله. با یک نگاهی به سال قبل می‌بینیم که بسیار بیشتر شده. این یعنی چی؟ یعنی دیگه سرکوب اون کارایی قبلیش نداره. و وقتی سرکوب کارایی قبلیش نداره، جامعه هم انفجاریست، این مقوله حتما شرایطی برای تغییر این رژیم فراهم می‌کنه. حالا مسئولیت نیروهای مردمی، مردم، نیروهای مردمی، مقاومت،
کانون‌های شورشی و مقاومت ایران چیه؟ ما باید بیش از هر چیزی آماده باشیم که از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و بدونیم در این فرصتی که الان این تضادهای رژیم این چسب رژیم رو کمرنگ میکنه، کم میکنه، بهترین فرصتی که علیه این رژیم استفاده کنیم و پیش ببریم. خیلی ممنون آقای روشنروان. اگه موافق باشین در 5 دقیقه که فرصت داریم به سوالات بیننده هامون هم پاسخ بدیم. من بعد تعدادی کامنت رو برای شما بخونم. نکات بیننده ها گفت، یک هموطن گفته که اصلاح طلب های قلابی که نصفشون تو خارج کشور هستن و شدن اپوزیسیون قلابی. بیننده دیگه گفته که در حال حاضر خامنه ای دنبال دولتی هست که دروغگوتر و شیاطتر از روحانی دنبال این چیزی هست که بتونه یک مدتی به حکومت ننگین و فاسدش ادامه بده. بیننده سوالی پرسیده، گفته که چه فاکتورهایی برای نظام آخوندها در انتخابات در اولویت؟ آیا رژیم به کسی که باز فریب و دروغ بده و یا کسی که در رابطه با تحریم ها کاری انجام بده احتیاج داره؟ کسی مثل روحانی مثل احتیاج. واقعیت اینه که گفتم گویا اینا تحت سرنگونی دارن. مشکل اساسیشون هم همین تو انتخابات یک گروه میگه آقا نجات ما در این هست که ما بریم یه جوری هم با آمریکا راه بیایم، هم بتونیم یک تحولات آزادی‌های نسبی تو داخل بدیم تا بتونیم این بی‌اعتمادی مردم رو حل کنیم که پیش بریم. که خامنه ای میگه اگه من اینی بکنم دیگه من خامنه ای نیستم. بله. باید برم. اینکه معلومه دیگه. اون طرف میگه آقا ما باید با سرکوب این چیز کنیم. حالا این چند حالت که بیشتر نداره. یکی اینکه رئیسی میاد کاندید میشه، مقابلش هم اجازه میدن یکی از این طرف بیا، مثلا ظریف بیاد یا مثلا حسن خمینی بیاد، مثلا اینها بیان، بعد اینها شروع میکنن به جون هم افتادن. در این شرایط چی میشه؟ شرایط برای جامعه که به صحنه قیام بیاد، به صحنه بیاد و اینها رو چیز کنه فراهمتر میشه که بیان اعتراضشون رو بکنن مردم. یا اینکه نه، رئیسی هم نمیاد، اینا ناچار میشن اون پاسداراشون رو میبرن، اون پاسداراشون هم همدیگه رو افشا میکنن در بالا، از این طرف هم اینها رو همه رد صلاحیت میکنن. مثلا الان یکی از خطایی که اصلاح طلب ها میخوان برن، میخوان به تعداد زیاد کاندید اصلاح طلب بدن که از توش تعدادی در بیاد. نه، که اگر در نیامد میکن چی؟ میگن رد صلاحیت طلبی. آها فهمیدم. بعد از اون طرف الان پیشنهاد آمدن میگن خاتمی تو هم بیا کاندید شو. چرا؟ مثل رفسنجانی تو رو رد صلاحیت کنن که تو آراد بریزه برای اون نفر بعدی، برای روحانی که ریخته بود. احمدی نژاد هم که پاش کرده توی یک کپ کاندید میشه، اونا هم ناچار چیزش کنن. حالا شما که دقت کنید، یه شورای نگهبانی هست، آمیاد اینا چیکار میکنه؟ هم رئیس جمهور سابق، هم رئیس جمهور اسبق و هر دوتاش رد صلاحیت میکنه. آخر این چگونه مملکتی است که 16 سال دست اینا بوده؟ این دوتا 8 سال هم که دست رفسنجانی بوده، 24 سال. این 24 سال همه صلاحیت نداشتن؟ این خودش یعنی بی‌آبرویی کامل داخل که بی‌آبرو هست، مشروعیت نداره در جهان خارج هم مشروعه. بنابراین این چیز میشه. آقای روشنروان، بیننده کامنتی نوشته، گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات به دلیل پرونده قضایی از فعالیت‌های انتخاباتی منع شده. بیننده سوالی کرده، گفته رئیسی جلاد امروز گفته هر کسی در انتخابات شرکت نکنه در جبهه دشمنه. آیا این نشونه ضعف و بنبست نیست؟ چرا دقیقاً؟ یعنی شما ببینید همه مردم شرکت نمی‌کنن؟ نمی‌دونم بچون مثل اگه مثل من مجلس باشه، مثل انتخابات مجلس پارسال، بله، که بیشتر از با تمام چیزاشون جمع کردن میگن 10% نشده آمار واقعی، البته آمار دیگه میگن. بعد بقیه میشن دشمن. وقتی همه میشن دشمن، پس معلومه که بعد یه رژیم چی میشه. بله، که مردم کشه. بیننده این سوالی پرسیده، به عنوان آخرین سوال بپرسیم، گفته که آیا نیازمندی خامنه ای برای دولت بعدی و دولت غیر نظامی یا نظامی؟ اگه بگیم نظامی، در سیاست خارجی رژیمش بسیار تنش آوره. آیا میتونیم بگیم که این نشونه اینه که رژیم به غرب بگه که ایران به سوی دولت نظامی و خطرناکتر
برای کشورهای غربی و منطقه میره، چنین پیامی رو داره میفرسته؟ ببینید، اگر رژیم که میخواد این کارو بکنه به خاطر مشکلات داخلیش و مسائلی که داره، ولی خب حتما همچین پیامی هم هست که آقا میخوایم خشن‌تر برخورد. یک طرف دیگه هم هست، میگن که نه آقا اینا بیان چون دست خود خامنه‌ای، خامنه‌ای با اینا کوتاه بیاد به هر صورت. ولی ببین، بحث آمریکا یک بحث دیگری است. فرض کن در هر شقش این آمد، اینا بیشتر ایستادن، قربانم بیشتر بیستن. یعنی رژیمی که تحت فشاره، رژیمی که فشار تحریم ها دارد. الان این بایدنی که این همه روش حساب کرده بودن، آمد دو نفر دیرم که از جلات های 98 بود، گذاشت لیست تحریم. در حالی که اینا میگوندن بیا تحریم های حقوق بشر و تروریست و همه رو با چیز بردار، اونا رو بردار. خب اینها فردا این کار میکنن، خب اونا رو کار خودشون رو خواهند کرد. اگر نه، برعکس، اینا بخوان کوتاه بیان که تمامی دستگاه همین نظامی که آورده رو تا کار میپاشه، همون سوزنبانی که محسن بنانی گفته بودش که بعد بنابراین الان در یک بنبست کاملی هست با تضادهای فراوان در بالا، با وضعیت انقلابی و انفجاری در پایین، با یک مقاومت فعال در صحنه. این انشاءالله میره که سرنوشت رژیم تعیین تکلیف بشه. بسیار سپاسگزارم آقای روشنوان، به انتهای این فرصت گفتگو رسیدیم. خیلی ممنون از شرکتتون.